روستای زرقان جزو شهرستان جغتای می باشد که فاصله زرقان تا جغتای حدود 22 کیلومتر نرسیده به جغتای، از طرف سد کمایستان و جاده پرپیچو خم می باشد که حدود 360 کیلومتر تا مشهد مقدس از اینجا راه است. جمعیت زرقان حدود 800 خانواره، 2400 نفره. تا سال 92 به اون طرف مردم کم کم به شهرهای مختلف می رفتن، بعد اون مردم ثابت و کم کم میان به زرقان. شغل اصلی مردم زرقان که کشاورزی و دامداری است، بعد اون در مقابل اونام که نجاری هست و بلوک زنی هست، دستگاه های مثلا صاف و قالی بافی هست، یه دستگاه های مثلا هست که بسته‌بندیه. در بحث زنبورداری ما سه واحد زنبورداری تو زرقان بالاخره تشکیل شده که در سالهای اول دو سه سال پیش اینا از 25 تا کندو شروع کردن که خوشبختانه الان رسیده 250 تا کندو، 300 تا کندو. در کنار این زنبورداری باز خودشون رو آوردن به بحث پرورش گیاهان دارویی که در این زمینه فعالیت میکنن. بسم الله بریم شروع کنیم. کندوی خیلی مهندس برای تاریم اثر میدیم. فعال تحصیل رشته کارشناسی پرورش طیور. قبل زنبورداری که درس میخوندم بعدشم خدمت، از خدمت که همین تصمیم میگرفتیم که شغل زنبورداری پیش ببریم. خدا رو شکر الان 6 سال زنبورداریم. به زرقون هم زندگیمون و شغل من که زنبوردارینه. زندگیم کلا از طریق زنبورداری میچه خانم. یک چند تای دود بیتیم زنبور رو آروم کنین. چه تاثیر داره این کار؟ دود میتیم که زنبور آروم را بتیم اصلا راحت تر برداشت کنیم. حالا یک هرز بافی سرقابا بزنیم. زرقان 3 تا زنبوردار داره. ما 3 تا قبلا با هم شریک بودیم. برای اینکه بخواد کارمون پیشرفت بشه و یکم تو کارمون پیشرفت داشته باشیم و یکم تجربه زیادتر بشه و کارمون اصولی تر بشه، جدا شدیم از هم. یک سال از هم جداییم. 3 نفرمون کنار هم کار میکنیم ولی با هم کار میکنیم، از تجربیات هم استفاده میکنیم، با هم کار میکنیم. ولی ما هنوز زنبورداری تو منطقه جغتای از زنبوردار اصلی نداره که اونجوری که زنبوردار باشن، واقعا همه زنبوربانن. حالا ما 3 نفر زرقانی معمولا نسبت بچه‌های دیگه یکم بهتر وارد تیم تو شغل زنبور، تو کار زنبور، چون رشته تصمیم قبلا هم ستامون 4-5 واحد زنبور پاس کردیم، تو زنبور وارد تر از بقیه نسبت بقیه. یکم دود بزنیم زنبور رو آروم کنیم. بیشتر بزنیم، یکم جمعه زیاد آروم تره با پوششگیری زرقان خیلی عالیه. به همین خاطر زنبور تو زرقان خیلی خوب جواب میده. حالا ما فعلا مشغول همین میانگین برداشت اصلمون هم نسبت به روستای دوربر زرقان خیلی بهتر شد. تا الان ما میانگین 4-5 کیلو اثر کندویی برداشت داشتیم. روستای دوربر 2-3 کیلو برداشت داشتن تا الان. امسال گل گوزمون داشتیم زنبور روش کار میکرده، به همین خاطر برداشت اثرمون هم بهتر بوده، کیفیت اثرمون هم بالاتر بوده. زمستون ما میبریم شمال زنبور، از شمال که برمیگردیم منطقه معمولا یه چند نفر تو زرقان سمپاشی میکنن، سم حشرکوش هم میزنن درختشون. ما ضربه سنگین از سم حشرکوش میخوریم. پارسا ما از همین سم حشرکوش تقریبا 50 تا کندو از دست دادیم. امسال نذاشتیم بزنن. تقریبا آقای دیار و آقای شورا اینا تصمیم برای گرفتن اصلا کلا سم حشرکوش نزنن. واقعا سم حشرکوش تو زرقان امسال کسی استفاده نکرد، خیلی کم استفاده کردن. از گوگل و دورکنده دیگه استفاده کردن برای حشرات و حشرات موزی اینجا شده. کاری نرزه بفی گرنجا همش کنم. بیا هیرم برویس بزن. حالا کار ما خیلی بهتر شده، کیفیت اصل ما رفته بالاتر. فروش منم من معمولا تو زرقانه، از زرقان خیلی کم اصل ما خارج میشه، چون از کیفیت اصل ما بالایه تا همین زرقان و شهرهای دوربر میفروشیم. از زرقان هنوز خارج نکردیم اصل ما رو. روستای زرقان بافت و سنتیش رو حفظ کرده از همون قدیم ایام که 2-3 تا مثلا آسیاب داشته. خب درسته کمتر شده ولی الان یکیش هنوز فعاله که مردم گندمی که میکارن میبرن آسیاب، آسیاب آرد میکنه. این آرد در اختیار مردم قرار گرفته میشه که خب مردم ازش نون درست میکنن به طور مستقیم، یا بعضی از خانواده ها اینو آرد رو تبدیل میکنن به رشته. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با امید تو ای کریم به دیدرار این دیگر جنم شر پیدا کنیم و نشر گندم بیان مونده. ما حدودا سن ما 74
سال 47 هم آسیاب داریم. آسیاب آبی که خوابید که دیگه آبا تمام شد، آسیاب نبود، ما آسیاب آتشی آورد. علی اشقر بگیر، علی اشقر بگیر. پنج تا بچه داریم، سه تا پسر، دو تا دختر. یک دختر ما معلم داخل روستا. این پسر ما دو تا شما ماشین دارن، یکم برزیزل دارن. خود ما میکنم شغل ما آسیابه، گندم ما کاریم. الان شغل ما گندم دیم داره میکنیم این روزا. با همین پیرمردی که 74 سال سندمانه، 35 من گندم دیم کاشتیم. این روزا من درا بود. پسر ما یک شما ماشین داره، دو تا شما ماشین دارن، یک شما برزیزل دارن. ولی وقتی احتیاج داریم برای هندل دیانشو کمک بیار کنم، بچه ها انجام میدن کار. کار ما وقتی می نگه بقول مردم از دوست ها گندم که بیارن دو تا سه تا کسک میشه، ما این هندل میزنیم آرد میکنیم دیگه. یک کسی دو کسی نمیشه آرد کنیم، دو تا سه تا کسک میشه آرد میکنیم، کار مردم برمیاریم. ما دو پای هم دیگر حدودا روز شاید 30 من 40 من آرد میکنیم از مردم ها، گندم مردم. آرد بیشترش برای ارشته، ارشته آش. چون سبوس داره گندم روستا. گندم روستا سبوس داره، دنبال آردش میگردن. آردش معمولا خوبه. در بحث کشاورزی بیشتر محصولات ما به ترتیب گردو، بادام و انگور، بعد از اون میشه میوه‌جات که گوجه سبز، بعد سیب، زردالوی، شلیل، گیلاس، آلبالوی. خدمتمون که تمام شد دیگه، ما کاری که نداشتیم، شغلی که نداشتیم، چون دیگه تحصیلاتمون کم بود. و بعد اومدیم داخل کشاورزی دیگه، کشاورزی کار کردیم، گندم میکاشتیم، درو میکردیم. بعد اومدیم توی این باغای زرقان، توی این یک رودخونه داریم به نام رودخونه نویس که الان داریم گزارش تهیه میکنیم. ما اومدیم درخت گردو، سیب، سفیددال کاشتیم، الان داریم مشغول کاریم دیگه، مسئول زحمت کشی هستیم و داریم کار میکنیم. از قدیم تو همین زرقان زندگی میکردیم، الان هم تو همین زرقان زندگی میکنیم. بعد ما اومدیم ازدواج کردیم و الان هم 4-5 تا بچه داریم. باقایی که ما الان کاشتیم دارای درخت گردوی، سیب، گرجه، زردالوی، آلوی. الان هم تو باقامون زردالو داریم، گردو داریم، سیب داریم، آلو زرد داریم. دیگه کارم کشاورزیه دیگه. محصولات کشاورزی حدود 70% گردوی اصلی شغل ما، بعدش میاد پلکانی بادام، بعد میمه که ازش انگور میگیرن، آبقوره میکنن، بعد گرجه سبزی که ازش آلوچه و لواشک میگیرن، بعد محصولات دیگه هم همه مردم به طوری که مصرفشون باشه دارن. ما امروز اومدیم این آلوها رو جمع کردیم، بعد باید ببریم زرقان، خانومم اونجا خشک میکنه، اونجا خشک میکنه خیلی تمیز مرتب رو پشت بام. این آلوها رو که میریزیم روی پشت بام، یک پارچه تمیز روش میندازه که خشک بشه، از نظر بهداشتی خیلی تمیز باشه. بعدا اونجا دیگه کار اونجاش با خانوم همه دیگه، با ما نیست، من فقط اونجا میبریم اون اونجا تمیز میکنه. دو
ما همین که زنبور انتقال میدیم مناطق دیگه، ما معمولا میبریم شمال یا جنوب کشور زمستون. ما از برج 10 الی 11 زنبور کوچ میدیم تا برج 2 منطقه. بچه اون منطقه نسبت بچه این منطقه یکم واردتر تو شغل زنبور. برای همین ما الان پیوند زنبور اصل، پیوند برای ملکه خیلی از بچه ها بلد نیستن. ما الان اینو امسال تازه یاد گرفته انجام هم داریم ستامون. شغل حالا این کار رو انجام میدیم، با اونا رابطه داریم که کیفیت کارو نسبت بچه دیگه خیلی بالاتره. زنبور داره یه جوری که واقعا باید بهش علاقه داشته باشی. اگه علاقه نداشته باشی نمیتونی کارشو پیش ببری. بعد شرایط گلوگیا منطقه بارندگی روستای زرقان نسبت به روستای دیگه گفتم خیلی عالی تره. به همین خاطر تو زرقان زنبورداری نبوده که بخواد واقعا کارش زنبورداری باشه. اکثرا تفریح بوده، شغل دوم سومشون بوده. ما اولین نفراییم که شغل اصلیمون زنبورداریه. به همین خاطر اصولی تر دنبالش رفتیم، پیگیرش بودیم. حالا هم نسبت به بقیه خیلی موفق تر بودیم. ما 5 سال پیش که شروع کردیم با 3 میلیون پول شروع کردیم، 25 تا کندو زنبور عسل داشتیم. الان 3 نفرمون رو هم 200 خورده زنبور عسل داریم بعد از 4 سال. به خاطر اینکه علاقه داشتیم به کار، برای همون پیشرفت کارمون خیلی عالی تر بوده. ایشون فکر کنم ماش عسل باشه. بردارم شیر شفیره. الان تو چین یک کشوری که از هر کندو دارن 4 کیلو برداشت ژل میکنن. ژلم قیمتش کیلو 7-8 میلیونه. تو ایران ما فقط یک تک محصولیم، داریم عسل برداشت میکنیم. امید داریم روزی که ما بتونیم ژل برداشت کنیم، گرده گل برداشت کنیم، پیوند ملکه از بهترین نژادها بتونیم بزنیم. امیدواریم که انشالله همین 2-3 سال آینده انشالله همین کار انجام میدیم. یکم داخلش بین دست که یکم روشن رو یا بیا بیا باد میزن درسته بیا هادی در یه برای تیر نگوش کنیم داخل شه. خب هادی دود بود داخلیش بگه بوری مهندس دو نفری. حالا امیدواریم که اگه شغل ما واقعا بگیره، امیدواریم که بگیره انشالله بتونیم، امید خدا شغل ما یه جور بشه که بتونیم خودمون بکشیم جلوتر. امید هستش که ما بتونیم هر کدوم هفتش رو نیرو پیش خودمون کار کنه برای ما. همین میگم همین گیانداری، کش گیانداری که الان اکثرا رو آوردن برای محصولات ارگانیک. ما هم الان از میگم عسلمون و برداشت ژل همه ارگانیکه، همین گیانداری هم کلا ارگانیکه. امید داریم بتونیم که رو اینا کار کنیم. ان شاءالله کار کنیم. بچه ما دوربر هستن، جوونه هستن، میخوان با ما کار کنن. بیان مشکل نداره، وقتی شغل ایجاب کنه که چند نفر دیگه بیان کار کنن، مشکل ان شاءالله میان کار میکنن. همین سیستمیشه که ما بتونیم شرکت بسته‌بندی را بنویسیم، خودمون عسل رو بسته‌بندی کنیم، ان شاءالله کارا رو انجام میدیم. بریم بریم. بریم عسلاشو بگیریم. باز برگردیم. اوه. سختی بیاد. سخت. در کنار این کارگاهی که ما زدیم، ما چون دیدیم نیاز داره روستای زرقان به همین بحث خدمات کامپیوتر اینا، چون نیاز روز جامعه است واقعا. خب یه کارگاه رو در اختیار جوونا قرار دادیم که اومدن این کارگاه رو زدن، خدمات کامپیوتر خب خدا را شکر راه افتاد، دارن استفاده میکنن، نیاز مردم برآورده میکنن. خب الان دیگه به قول معروف زمان رسیده که باید آشنایی با کامپیوتر همه بلد باشن، چون دیگه علم روزه. خب زرقان هم مستثنا نیست از این قضیه، داریم پیگیری میکنیم، انشالله گسترشش بدیم. ما کلاس آموزشی میذاریم براشون با همون کمک کارگاه کامپیوتری که احداث شده، کلاسایی میذاریم برای بچه‌ها، برای جوونا که آشنا بشن به کامپیوتر. خب بالاخره به درد آیندهشون میخوره. بسم الله. 33 سال سنمه، قبلا تهران بندگی کار میکردم ولی اومدم زرقان. الان یک 5-6 سال از زرقانم، ساکن زرقانم، بنایی میکنم، مغازه دارم. بیشتر البته مغازه میام، جلو مغازه بایی میستم، کافی نت و اینا خدمات کامپیوتری انجام میدم. عرضم بزرگ شما مغازه رو که با کمک آقای دهیار اینا دیدیم انگار نیاز روستایه، هماهنگ کردیم انگار با آقای دهیار، زدیم مغازه رو با همون چیز اولی یک سیستم و بعد پرینتر و پرینتر رنگی و سیاسفید و ADSL اینا انگار خریداری کردیم، آوردیم، شروع کردیم انگار مغازه رو انداختیم.
الان هم که کسانی که میان اینجا کار به دست ما دارن ثبت نام اینترنتی که انجام میدیم، حالا لوازم و کامپیوتری چیزی میخوان که از شهر جغتای یا سبزوار اینا سفارش میدیم، میارن اینجا نصب میکنیم رو سیستمشو، میبرن خونه هاشو دیگه کاراشو اینجا راه میندازیم. کانون برای یعنی تبلیغاتش، تبلیغاتی که به مناسبت های مختلف میخواد تبلیغات بزنه، حدیثی روایتی چیزی که داره میاد اینجا به ما سفارش میده، ما براشو میزنیم، بعد مزنیم و اونا میبرن استفاده میکنن، حالا تو مسجد میزنن، تو مغازه ها نونوایی ها اینا میزنن برای اطلاعات، حالا مردم میخونن و استفاده میکنن از این. سلام آقا، شما خوبه؟ سلام جناب، محمد آقا، ما یه موضوعی داریم برای مسجد کان فرهنگی، میخوایم جلوی نونوایی ها 10-20 تا حدیث میخوایم، تیم حدیث جمله قشنگ از اینترنت 10-20 تا برای ما ردیف کن، اگه آماده کنی تا غروب خیلی خوبه. چشم. ساعت 7:30 بیام بگیریم. باش. چشم. انشالله شما بعضو ساعت 6 بیام ببریم. اومد تا 6 شب دست شما در. سر شما. سلامت. خدا حافظ. کار فرنگی که تو ما از سمت انگار خود ما انجام میدیم، کار فرنگی که باشه همین که کلاسای آموزش کامپیوتر رو اینا برگزار میکنیم برای جوونا با کوچکترا برگزار میکنیم، به حساب کار فرهنگی یک نمونش همینه. یکی هم که حالا در رابطه با چیزهای کشاورزی که اکثرا اینا مشکل دارن، مثلا حالا مشکلات کرمای مختلف و اینا که اومده، از تحقیقی که اینجا میکنیم رو اینترنت بهشون بدیم میخونن اینا، برای که مبارزه کنن، بدونن چجوری مبارزه کنن با یه آفت و اینا، اینا رو هم حالا میدیم. سلام. 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 یک دنه سی دی آموزشی برای پرورش مرغ می‌خواد. مرغ گوشتی. پرورش. دم اولش که چطور چیز مرا جوجه چطور گذار مرا مریضیاشا. نه برای من. اتفاقا سی دی آر ما جلوتر آماده کرده. همه جور مرغ هست داخلش. شما پرورش مرغ گوشتی میخه؟ آره. این پرورش این مال پرورش مرغ گوشتی نه. بله. شما از اول تا آخر همه چیزاش نوشته. خب این از اول تا آخر همه آره. چیزاش. همه چیزاش کامل زده داخلش. هر جور شما بخی برات از بیماریاش و از چیزای دونش و خوراکش و غذاش همه رو بهت زده نوشته. بله. دست دارم. این چقدر هزینه‌شه؟ قابل ندارم. ممنون. چون به روستا علاقه زیاد دارم، مثلا از اینجا نرفتم جای دیگه، خیلی هم چیز بهتر تو تهران و مشهد کار بود برای ما، موقعیت های بهتر بود، نرفتیم اونجا، واستادیم همینجا، چون زرقان ما بیشتر دل ما میخواست روستا ما پیشرفت کنه تا شهر ما. روستای ما اگه پیشرفت کنه، حالا شهر خودش خود به خود پیشرفت میکنه، روستای ما پیشرفت کنه، جوان ها ما بایستن بهتر میشه تا اینکه مثلا شهر ما پیشرفت کنه. بریم مثلا چون بنایی ما مثلا بنا بودیم، حالا الان خیلی بچه های ما بنان میرن تهران بنایی میکنن، خب این الان کار نیست دیگه، مجبورم برگردم. زمان قدیم که آسیاب بود، مردم این روسته اطراف ها میرفتن میآوردن از خانه، ولی ما الان حدودا نزدیک 50 سال آسیاب داریم، مردم خودشان میرن. این هم که آسیاب های ما الان مونده از دست خود ما ساخته است، درست کردنش. اینا موتوراش در یک دقیقه 600 دور میزنن، اونا دستگاه برقی 1200 دور میزنن، این تراکتوران نزدیکای 1600 دور 800 دور میزنن. هر چی دور آسیاب کمتر بشه آرتش کیفیتش برتره. آسیاب آبی خب دورش کمتر بود، کمتر بود آرتش کیفیتش برتر بود. اول بنا بودیم، بنا بودیم روز 10 تا یک تمنی میگفتیم، بنای خشتی خون گلدوی یرپا، ولی اونا دیگه حالا که از کار افتادیم چسبیدیم به آسیاب، همین آسیاب هم داشتیم، بنایی هم داشتیم. سال 7-8-10 تا دستگاه خانه مردم درست میگرد، بنا بودیم آسیاب رو داشتیم، شب آسیاب میگردیم روزیم، ولی الان دیگه سوزه آسیاب میگن، میگن سوزه، همسوزه میگن
صدا میکنه نگه چرخان کنون درد سر زیاده نیا موضوع همه صداش بریم و مردم میشن. یک آرت از ما میگیرن برای ارشته آش با چرخوی دستی هست ارشته میکنم برای آشوی رشته خانوی هست برای نونش هم کیفیتش از میرگر بیشتره سابوش داره گندم دیمه و یک من گندم دیمه من دو من نون داره ایوال داره خب بچه ها بیاییم پیر مار که یک دری سرمانه داشتیم بیوون داری برو بایم رفتیم به علف جان کردن میام یاییم بالاخره قالی بافی میکرده ایم بعد قالی بافی هم که باز زندگی حساب به زندگی افتیه ایم باز زندگی ما هم که همیجور همی شغل ما همی آشه این دیندن و همینانه بالاخره رشته خودش باز مصرف کننده داره، شغل ایجاد میکنه، همین رشته کردن آرت شغل ایجاد میکنه که 3-4 نفر میتونه شغل ایجاد کنه، علاوه بر مازاد خود مردم بالاخره به شهرستان ها حتی این رشته رو میفرستن که ازش استفاده کنن. همین رشته بری اگه بخواد گسترده‌اش کنیم، گسترشش بتونیم، ما میتونیم چند تا یا چند تا خانواده رو به اصطلاح مشغول این کار بشن، همین بحث رشته بری آش که بخواد بتونن آش رو تولید کنن، رشته رو تولید کنن، خوش کنن، بسته‌بندی کنن، به بازار بفرستن و از این راه میتونه منبع درآمد خوبی باشه برای روستا، برای زنان حتی روستا در کنار مثلا دامداری، در کنار کشاورزی کمک کردن به کشاورزی و دامداری میتونن این کار رو انجام بدن و منبع درآمد خوبی باشه برای زنان روستایی، برای خانواده، برای اقتصاد خانواده میتونن کمک خوبی کنن. آرت شد رمضان میگیریم، نونوایی ها میگیریم، بعد میاریم خمیرش با لگن او مرزیم در لگن ما میکنیم، واس پونده پر منیم، واس اینجوری با دست ما آشش با چو اینا تخ میکنیم، اینجوری با چر این خمیرش اینجوری که خمیرش میکنیم، واس اینجوری پونده پرش منیم، بعدا رشتهش منجنیم که خوب روه. بله اگه نه تا زمان که اینجوری مال نتی و آرت شما نکنی خوابی رشته درست نمره دیگه، وقتی که اینجوری میکنی به زحمت تو. خب ما خود ما ایم مثلا روستایی مدنیم چجوری واکنیم توجه میکنیم که مثلا کسیف نباشه، خوب باشه، کیفیتش آرت دیمانه، گندم دیمانه، بهتره. اونجوری آرت نونویی که مثلا در کارخانه میزن معلوم نیست چجوری هست، چجوری آرتش دروش درشته هست، اینجوری ریز بخین، دروش بخین، هر رقم که بخین سه رقم آش درست کنیم، سه رقم از هر کدومش بخین درست میکنیم، آش نظری درست کنیم در مچه، حسینیه، در خانه ها ما همه بخین میکنیم. همسایه ها یک وقت نظری دارن مثلا میگن آش ما درست که درست میکنیم مبرن، جوی نظری دارن درست کنیم مبرن بخش میکنیم آششه. این آش فرق مونه آش بین فوتبالی میگیمش، او آش رشته بی، ای آش بین فوتبالی نه، باز یک آش دگر میگیم پلانی، هر رقم شده که میخیر همه رقم شده درست میکنیم رکس ها، یک آش بین فوتبالی بهتر برای مجلس و اینها مبرن. رشته مثلا برای برنج، برای آشیش، برای سوپ، اینها واس مبرن، ای آش بین فوتبالی نه. سه رقم آش که درست میکنیم، ای یک رقم شه، یک رقم علی رشتنه، یک رقم پالانی میگیم، این هم بین فوتبالینه. علی آقا بالایی؟ جان بله بله. بیز اول چوب بگیر آله ها رو بریز دیگه. Yeah.
وقتی ما میایم از داخل روستا داخل باغا اصلا روحمون باز میشه. خیلی جالبه واقعا، یک صحنه خیلی عالی دست میده به ما. دیگه از طبیعت استفاده میکنیم، هوای خوبه، خیلی عالیه تو باغا. ما میشینیم با هم میگیم میخندیم، کار کشاورزیمون رو انجام میدیم. از خانم کجایی؟ بله. خب باشد، آماده یه بریم یک استراحت کنیم، بعدا برگردیم باز مشغول کار بشیم. بفرمایید. خسته رفتی؟ واقعا حق داری، شما با این سن و با این پیرمردی و باید ببخشین دیگه. بفرمایید. واقعا خیلی خسته شدیم. رفتیم بسردیم او خیلی کم رفته. آب کم زور بین؟ اول زور بین. خیلی امسال فکر کنم این میوه ها مثل پارسال ندارم. نه خیلی کم. امسال کمتر است پارسال. شرما کرد. مامان یونس نه آوردی؟ نه، او بچه کوچیک داشت. آقا یاسین. علی آقا؟ جانم. شما فکر میکنید تمام میشه امروز؟ نه بابا، تمام نمیشه. اه. بفرمایید. بفرمایید آقا یونس. بفرمایید. علی آقا، بابا خدمت شما. خیلی خوب. دست شما درد نکنه. چه آلوهوی به به به. خیلی خوب. بلان شیم بریم. بریم. امروز دیگه خسته شدیم بابا. باز فردا ان شاء الله. ان شاء الله فردا. باز فردا ان شاء الله باز. وعده هم اینجا. خب بریم دیگه. بریم.